هنوز هم حادثه تروریستی تهران در رسانه‌های فرانسه حضور دارد. یکی از پرسش‌های مطرح در این حادثه تروریستی مقبره آقای خمینی است که چرا فرد انتحاری در حیات محوطه خود را منفجر کرد، که صد البته خوشبختانه از سوی مردم کسی جان نباخت. دوم اینکه در مجلس چرا آقای لاریجانی آن روز غایب بود؟ او کجا بود؟ رسانه ها می گویند حادثه هر گونه بوده و باشد، افکار عمومی به خصوص در سطوح پایین جامعه تنفر بیشتری به دولت امریکا، عربستان و یا اسرائیل را به وجود آورده است. تهران مدارکش اغلب با شک و تردید روبروست. ادعا این است که افراد تروریست ایرانی اما از سوی داعش استخدام شده بودند. امری تقریبا دشوار برای باور، به خصوص که این گونه اطلاعات منتشره غالبا نوعی پاسخگویی به برهم زدن پاره ای از شایعات از قبل است. مجله اکسپرس معتقد است داعش سمبل حکومت را نشانه گرفت و نه سمبل شیعه گری را. در جای دیگر در اینترنت آمده آنچه که حکومت از درک آن عاجز است اینکه امروز دشمنی با تهران به نفع همه است، حتی به ظاهر متحدینش. و در نتیجه این باور بیشتر وجود دارد که به جای جلیقه ضد گلوله بعد از حادثه، آن را باید قبل از حادثه و در اطراف مغز به کار گرفت و نه شکم. در پی حوادث تروریستی تهران این خبر را هم حتمی و جدی بدانید که به دلیل پاسخگویی به زودی آقای اسماعیل هانیه رهبر حماس راهی تهران خواهد شد. از دیگر خبرها، همین هفته یک شنبه 11 و هفته بعد 18 ژوئن انتخابات برای مجلس فرانسه است. تهران مایل است آقای مکرون موفق شود. اشتباهاتی را که در زمان آقای اولاند داشت نمیخواهد تکرار کند، هرچند که امضای قراردادها و خرید هواپیما در زمان آقای اولاند بود، اما این بار بایستی از ادبیات دیپلماسی به خصوص در مورد امریکا بپرهیزد. جمله آخر در مورد حوادث تروریستی تهران، برخی از سایت‌ها نوشتند حادثه تروریستی در تهران بیشتر سیاسی بود و نه چیز دیگر، چون اگر نظامی بود جمله ترقه‌بازی آقای خامنه‌ای به هیچ وجه بی ربط نیست. پاسخ تهران به تحریم‌ها علیه قطر هم قبل از آنکه کارساز باشد صرفاً یک نمایش سیاسی و آن ارسال معموله آذوقه به قطر که به هیچ وجه نیازی ضروری و یا حیاتی در قطر وجود ندارد. در انتخابات بریتانیا هم نتایج میگوید حزب محافظه‌کاران خانم ترزا می اکثریت را از دست داد. در لندن 110 تن از امامان جمعه میگویند تروریست ها مسلمان نیستند و آنها حاضر نیستند مراسم مذهبی را برای قاتلان مردم بیگناه برای کفن و دفن برگزار کنند. دیشب آقای داوید پوژاداس، روزنامه نگاری که 16 سال اخبار 8 شب تلویزیون را اجرا می کرد، آخرین برنامهش را اجرا و کنار گذاشته شد. او پیشتر گفته بود آنها که گمان دارند مقام ابدی و هر چیزی همیشگیست، سخت در اشتباهند. و بالاخره سنت 10 ساله در پاریس هر سال در دومین پنجشنبه ماه ژوئن برگزار می شود و آن گرد همایی در یک محیط وسیع پاریس، آن هم بدون اجازه پلیس است. شرط گرد همایی پوشیدن لباس سفید و حذر داشتن از هر رنگی که بر رنگ سفید سایه بیندازد. صرف شام و البته شراب سفید که رنگ قرمز را به میز نیاورد. طبیعی است پلیس مردمی از این ابتکار زیبا نه تنها ناخشنود نیست، بلکه از آن حراست هم می کند. امسال 7000 نفر در برابر تالار شهرداری در میدان، یکی از مکانهای سمبل مردم و مردمداری، حاضر شدند. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس که سفرها کرده ای
که سفرها کردیم.